مهمترین خبرها. واکنش امریکا به گفته های وزیر خارجه روسیه. جان کربی میگوید که حذف امارت اسلامی از فهرست سیاه روسیه پیام وحشتناک به جهان دارد. ما در موقعیت نیستیم و نخواهیم بود که طالبان را به حیث حکومت رسمی افغانستان به رسمیت بشناسیم و روسیه هم این کار را باید انجام دهد. پیشرفت های امارت اسلامی برای اشتراک در نشست سوم دوحه. وزارت خارجه گفته است که دولت افغانستان خواهان تعامل با جامعه جهانی است، اما این تعامل را به بهای ارزش های کشور و نظام افغانستان نمی خواهد. نشست هایی که در بیرون صورت می گیرد خلاف اراده ملت افغانستان منافع ملی ما باشد و به هیچ وجه برای حکومت فعلی افغانستان قابل قبول نیست. نکوهش حمله پسین اسرائیل بر رفح از سوی امارت اسلامی. امارت اسلامی حمله اخیر اسرائیل به بیجا شدگان فلسطینی در رفح را بیانگر تعهد نداشتن آن کشور به قوانین جنگی دانسته است. سیاست جهانی امروز در دست شاگردای ماکیاولی هستند که اکثریتشان رویالیست هستند و بر ازو منافعشان خیلی مهم هستند. پیشنهاد قطعنامه از سوی الجزایر به سازمان ملل. الجزایر در قطعنامه از عضوهای سازمان ملل خواستار توقف فوری حمله اسرائیل بر رفح شده است. سلام، امروز چهارشنبه 9 جوزای 1403 هجری خورشیدی که مصادف است با 29 می 2024 میلادی. من بی‌نظیر بکتاش با مهمترین خبرهای امروز با شما هستم. شورای امنیت ملی کاخ سفید در واکنش به گفته های وزیر خارجه روسیه افزوده است که بیرون کردن امارت اسلامی از فهرست سیاه پیام وحشتناک دارد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در نشست خبری بیان کرده است امریکا در موقعیت قرار ندارد تا حکومت سرپرست افغانستان را به رسمیت بشناسد. با این حال سرگنی لاروف وزیر خارجه روسیه در گفتگو ابراز داشته است که کشورش تلاش دارد تا این حکومت را از فهرست حراس افکنان حذف کند. جزئیات بیشتر با نورس تحفت. واکنش شورای امنیت ملی کاخ سفید به گفته های وزیر خارجه روسیه. شورای امنیت ملی کاخ سفید در واکنش به اظهارات وزیر خارجه روسیه گفته است که بیرون کردن امارت اسلامی از فهرست سیاه پیام وحشتناک دارد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در نشست خبری گفته است که امریکا در موقعیت قرار ندارد که حکومت سرپرست افغانستان را به رسمیت بشناسد و روسیه هم باید این کار را انجام دهد. ما در موقعیت نیستیم و نخواهیم بود که طالبان را به حیث حکومت رسمی افغانستان به رسمیت بشناسیم و روسیه هم این کار را باید انجام دهد. ما معتقدیم این پیام بد برای دیگران خواهد داشت. من نمیخواهم وارد جزئیات شوم، اما این یک اقدام نادرست است. با این حال سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه گفته بود که امارت اسلامی قدرت واقعی در افغانستان است و کشورش تلاش میکند تا این حکومت را از فهرست گروه های حراس افغان حذف کند. اما کربی این اقدام روسیه را نادرست دانسته میگوید که حذف امارت اسلامی از فهرست سیاه پیام بدی برای کشورهای دیگر خواهد داشت. سیاست عملی و عمل کرد 3 سال گذشته دولت فدراسیون روسیه نشان داده که طالبان در لیست گروه های تروریستی این دولت قرار نداشتند. اگر قرار می داشتند سفیر طالبان و اتشه نظامی طالبان در دولت روسیه به صورت رسمی پذیرفته نمی شد. او افزوده است که امارت اسلامی پس از به قدرت رسیدن در افغانستان به تعهداتشان به ویژه در مورد تامین حقوق بانوان عمل نکرده است. من فکر میکنم فشارهای سیاسی و اقتصادی و تحریم ها و سایر مسائل سود نداره. اگر راهی که او بتونه افغانستان از منجراب بیرون بکنه و وضعیت مردم خوب شوه، افغانستان به طرف پیشرفت و ترقی گام برداره.
با وجود این رئیس جمهور روسیه امارت اسلامی را حاکمان فعلی افغانستان دانسته و گفته است که با در نظر داشته این واقعیت باید با این حکومت روابط برقرار شود. با وجود این رئیس جمهور روسیه امارت اسلامی را حاکمان فعلی افغانستان دانسته و گفته است که با در نظر داشته این واقعیت باید با این حکومت روابط برقرار شود. در همین حال سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر تصمیم روسیه مبنی بر حذف امارت اسلامی از فهرست سازمان‌های ممنوعه آن کشور را عمل منطقی دانسته و از آن استقبال کرده است. مرکز مطالعات راهبردی وزارت خارجه امارت اسلامی جلسه ای را درباره نشست سوم دوحه و گونه تعامل امارت اسلامی با جامعه جهانی برگزار کرده است. وزارت خارجه گفته است که دولت افغانستان خواهان تعامل با جامعه جهانی است، اما این تعامل را به بهای ارزش‌های کشور و نظام افغانستان نمی‌خواهد. این نهاد افزوده است که در نشست سوم دوحه قرار است امارت اسلامی در مورد موضوعات اصلی و اساسی افغانستان بحث کند. گزارش از حلیمه صدیقی. پیش برنامه های امارت اسلامی برای اشتراک در نشست سوم دوحه. مرکز مطالعات راهبردی وزارت خارجه امارت اسلامی جلسه ای را درباره نشست سوم دوحه و نحو تعامل امارت اسلامی با جامعه جهانی برگزار کرده است. وزارت خارجه گفته است که دولت افغانستان خواهان تعامل با جامعه جهانی است، اما این تعامل را به قیمت ارزش‌های کشور و نظام افغانستان نمی‌خواهد. این نهاد افزوده است که در نشست سوم دوحه قرار است امارت اسلامی در مورد موضوع‌های اصلی و اساسی افغانستان بحث کند. آقای جلالی همچنان گفته است که امارت اسلامی خواهان تعامل با جامعه جهانی است، اما این تعامل را به قیمت استقلال سیاسی، ارزش‌های دینی، ملی و جایگاه کشور و نظام افغانستان نمی‌خواهد. فیصله‌های ملل متحد یا نشست هایی که در بیرون صورت میگیره خلاف اراده ملت افغانستان و منافع ملی ما باشه و به هیچ وجه برای حکومت فعلی افغانستان قابل قبول نیست. نشستی که امارت اسلامی تا هنوز برای اشتراک در آن چراغ سبز نشان نداده است و برای اشتراک نشست سوم دوحه به شرط ها گذاشته است. تعامل با جامعه جهانی و رسیدن به کرسی نمایندگی سازمان ملل متحد وابسته است به مسائل تأمین حقوق بشری، حقوق زنان، مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و دیگر آزادی هایی که افغانستان را به یک جامعه باز و دموکراتیک تبدیل کند. بانک رهبری امارت اسلامی مشارکت در نشست دوم دوحه را نمادین دانسته بود. در چند روز گذشته هیئت‌های زیادی به کابل آمدند تا اشتراک دولت افغانستان را در آینده تسهیل کنند. وزارت خارجه امارت اسلامی حمله پسین اسرائیل به بیجا شدگان در شهر رفح فلسطین را نکوهش کرده است. در آگهی نامه این نهاد آمده است که حمله اخیر اسرائیل به بیجا شدگان فلسطین در رفح بیانگر تعهد نداشتن این کشور به قوانین جنگی است. در همین حال سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در یک نشست خبری حمله های هوایی اسرائیل بر شهر رفح را به بمباران هوایی آمریکا در افغانستان و عراق تشبیه کرده است. گزارش از خالد عمری. واکنش امارت اسلامی به حمله اسرائیل در برابر بیجا شدگان در شهر رفح. پس از انجام حمله اخیر اسرائیل بر بیجا شدگان در شهر رفح، وزارت خارجه امارت اسلامی با نشر خبرنامه این حمله را نکوهش کرده است. امارت اسلامی این حمله را بیانگر پابندی نداشتن اسرائیل به قوانین جنگی دانسته و از جامعه جهانی خواسته است تا از این فاجعه انسانی در فلسطین جلوگیری کنند. امارت اسلامی افغانستان بار دیگر جنایات جنگی اسرائیل را علیه مردم غزه به شدت محکوم می کند. حملات این کشور به اردوگاه بیجا شدگان در شهرک رفح بار دیگر نشان داد که آنها هیچ تعهدی به قوانین جنگ ندارند و نسل کشی غزه بخشی از استراتژی جنگی اسرائیل است. خب اولی است که متاسفانه بگویم که در سیاست جهانی امروز در دست شاگردهای ماکیاولی هستند که اکثریتشان رویلست هستند و بر ازو منافعشان خیلی مهم هستند. بنان در اینطور یک وضعیت که هرج و مرج حاکم است در سیاست جهانی، ما باید، افغانستان باید برای خود متحدین منطقوی و فرامنطقوی بر خود داشته باشد.
در همین حال سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در یک نشست خبری حمله‌های هوایی اسرائیل به شهر رفح را به بمباران هوایی آمریکا در افغانستان و عراق تشبیه کرده است. ما حمله های هوایی را در مکان های مانند عراق و افغانستان انجام داده ایم که به طرز غم انگیزی باعث تلفات غیر نظامیان شده ایم و اسرائیل نیز با همان شیوه به فلسطین پاسخ داد. ما آن را جبران کردیم، از آن درس گرفتیم و اقدام های مثبتی را برای جلوگیری از تکرار آن وضع کردیم. حمله هوایی یک شنبه شب اسرائیل به یکی از اردوگاه های بیجا شدگان فلسطینی در رفح که دست کم 45 کشته بر جا گذاشت، انتقاد های گسترده جهانی را به همراه داشته است. نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف با سفیر ترکیه و هیئت همراهش در کابل دیدار کرده است. این نهاد در آگهی نامه گفته است که در این دیدار دو طرف درباره تقویت و توسعه روابط دینی و علمی میان کابل و انقره بحث و گفتگو نمودند. گزارش از سونیتا عزیزی. دیدار سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف با سفیر ترکیه در کابل. نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج و اوقاف با سفیر ترکیه و هیئت همراهش در کابل دیدار کرده است. این نهاد در آگاهی نامه گفته که در این دیدار دو طرف در مورد تقویت و توسعه روابط دینی و علمی میان کابل و انقره بحث و گفتگو نمودند. دیداری که سفیر ترکیه نیز از ادامه همکاری های کشورش با حکومت سرپرست افغانستان خبر داده است. در این دیدار در مورد موضوعات مهم دینی، تقویت و توسعه روابط دینی و علمی، تبادل نظریات بین علمای دو کشور بحث و گفتگو شده است. سفیر ترکیه نیز گفته است که کشورش خواهان گسترش همکاری هایش با امارت اسلامی است. و این دیدارا و سفرها یک حرف معمول است. اگر این دیدارا و سفرها و تعامل با پذیرفتن قوانین بین المللی و شرایط جامعه جهانی باشه و افغانستان حوض فعال جامعه جهانی باشه، فکر میکنم باید بدر خود مردم افغانستان خواهد بود. گفته شده که سرپرست این وزارت از نشست کشورهای اسلامی که در ترکیه برگزار شده بود یاد کرده و برگزاری آنگونه نشست ها را ارزشمند دانسته است. افغانستان عضو سازمان ملل متحد است و تعهدات، پروتکل ها و قراردادهای بین المللی را داره. به اول لحاظ نقش از این نشست، نقش و تاثیر تماس سفیر ترکیه با وزرای سرپرست نظام فعلی افغانستان بسیار عمده است و تاثیر مثبت برای سرنوشت افغانستان و حضور افغانستان در جامعه جهانی دارا می باشد. ترکیه از کشورهای دانسته می شود که با امارت اسلامی روابط نزدیک دارد و همواره این روابط را حفظ کرده است. مسئولان امنیتی ولایت پنجشیر با نشر نوار دیداری از عملیات جداگانه در برخی از مناطق این ولایت خبر دادند. آنان تاکید کرده اند که در عملیات راه اندازی شده بیش از 10 نوع مهمات سبک و سنگین کشف و ضبط شده است. لس فیره د هوان مرمی یا فیر د تان مرمی او پا ورطا محل که در افشار و لسوالی پا مربوطاتو که پسلگون فیره د پیکا مرمی او یا بکسه د داشکی مرمی او یا اندازه یور از دزه و اسلیک. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء با شمار از عالمان و بزرگان قومی ولایت لوگر دیدار کرده است. در این دیدار بزرگان قومی افزون بر ابراز خرسندی از تحکیم نظام اسلامی در کشور، از همکاری همه جانبه ایشان با نظام اسلامی اطمینان داده اند. آقای عبدالکبیر همچنان افزوده است که برای رسیدگی به خواست های مردم و حل چالش های آنان به اداره های مربوط هدایت های لازم را می دهد. دیدار مولوی عبدالکبیر با عالمان و بزرگان ولایت لوگر. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء با برخی از عالمان و بزرگان قومی ولسوالی چرخ ولایت لوگر دیدار کرده است. بر بنیاد خبرنامه ارک، عالمان و بزرگان این ولایت از تحکیم نظام اسلامی در کشور ابراز خرسندی نموده و از همکاری همه جانبه ایشان با امارت اسلامی سخن زدند. از قربانی ها و زحمات مردم این ولسوالی در دوران مقدس جهاد تشکر می کنم و برای حل چالش های لوگر به ویژه ولسوالی چرخ به اداره های مربوطه هدایت لازم داده می شود و در راستای حل مشکلات آنان اقدام خواهد شد.
از سوی هم برخی از آگاهان روابط نزدیک مردم با حکومت را مهم دانستند. باعث بهبود روابط و اتحاد افغانستان، انسجام افغانستان و همچنان قوت امارت اسلامی میشه که خدا کنه که در مقابل دولت اسلامی هم با مردم تکیه کنه و با خدمات خود با مردم بیشتر بسازه و در تمام امورات از روحانی و رسفدا و مردم افغانستان مشورت بگیره و مردم سهیم بسازه. همزمان با این، عالمان و بزرگان قومی خواستشان را در زمینه ساختن مکتبها، جاده ها، شفاخانه و تطبیق پروژه های توسعه‌ای در بخش های گوناگون مطرح کردند. رسیدگی به امور انکشافی و تطبیق پروژه های زیربنایی از مسئولیت های اصلی حکومت دانسته میشه. به هر اندازه که پروژه انکشافی در مناطقی که از لحاظ زیرساخت ها عقب ماندن تطبیق شد، به همون اندازه میتونه در بازسازی و نوسازی زیرساخت ها مؤثر و مفید تمام شود. این در حالی است که امارت اسلامی پیوسته برای پشتیبانی از تامین امنیت در کشور و رسیدگی به دشواری های مردم تاکید کرده است. ارگ از سفر عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء به ولایت پروان خبر داده است. بر اساس خبرنامه ارگ، این سفر به منظور آگاهی از وضعیت امنیتی، اقتصادی و اجتماعی باشندگان ولایت پروان انجام شده است. گزارش از سهیلا سلطانی. سفر عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء به ولایت پروان. ارگ سفر عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء به ولایت پروان به منظور آگاهی از وضعیت امنیتی، اقتصادی و اجتماعی باشندگان این ولایت خبر داده است. بر اساس خبرنامه ارگ، آقای عبدالکبیر در این سفر روی توسعه ساخت سرکها، دیوارهای استنادی، پلها، مرکزهای صحی و بازسازی پروژه های توسعه بحث و گفتگو کرده است. با آمدن امارت اسلامی ذهنیت مردم از تبلیغات اشغال پاک شده و مردم با نظام اسلام همکار هستند. امارت اسلامی در فضای همکاری با مردم با مهربانی برخورد کرده و آنان در بخش‌های گوناگون به مشکل‌های شهروندان رسیدگی می‌نمایند. اما شمار از آگاهان به این باورند که افزون بر دانستن خواست‌های شهروندان باید به دشواری‌های آنان نیز رسیدگی شود. دید و دیدهای مقامات مسئول در حکومت سرپرست با مردم افغانستان در اصولی ها و ولایات یک اقدام نیک می باشد، اما تا زمانی که خواسته ها و آرزوهای مردم افغانستان به گوش شنوا شنیده نشده و خواسته ها برآورده نشود، فکر می کنیم این دید و دیدها چیزی را نه برای مردم افغانستان و نه هم برای جهانیان به اثبات می رساند. بنان قبل از آن باید به خواسته های برحق مردم افغانستان که البته خواست طبیعی شده باشد. تلاش مقامات سیاسی طالب ها در سفر به ولایات مختلف و تماس با مردم افغانستان به خاطر کسب مشروعیت ملی هست، ولی کسب مشروعیت ملی نه از طریق مذاکره با مردم، بلکه سهم دادن مردم در قدرت است. معاون سیاسی ریاست الوزراء در پایان صحبت‌هایش خود نشان کرده است که امارت اسلامی در زمینه حل چالش‌های شهروندان تلاش‌های همه‌جانبه می‌نماید. شهرهای کابل شمال در ساحه ولسوالی دوشی ولایت بغلان بازسازی می شود. وزارت فواید عامه در آگهی نامه گفته که محمد عیسی ثانی سرپرست این نهاد در سفر به بغلان از جاده دوشی بغلان که بخش از آن در سیلاب های پسین تخریب شده بود دیدن کرده است. سرپرست وزارت فواید عامه در این سفر به رئیسان فواید عامه ولایت های بغلان، سمنگان، پروان و سالنگ هدایت داده که با امکانهای دست داشته آب دریا را تغییر مسیر داده و بخش تخریب شده را به گونه اساسی بازسازی کنند. دو بانوی کارآفرین با ایجاد یک کارخانه کیک و کلچه‌پزی و کارگاه گلیم‌بافی زمینه کار را برای بیشتر از 300 خانم در ولایت سرپل مهیا کرده اند. این بانوان به تلویزیون یک گفته اند که این کارخانه ها را به هدف رشد صنعت کشور و فراهمسازی زمینه کار برای بانوان بی سرپرست ساخته اند. در همین حال مسئولان محلی سرپل از ایجاد کارخانه ها استقبال نمودند. گزارش از میلاد. بانوان کارآفرین و ایجاد زمینه های کاری از سوی آنان به بانوان در ولایت سرپل. دو بانوی کارآفرین با ایجاد کارخانه کیک و کلچه پزی و کارگاه گلیم بافی زمینه کار را برای بیشتر از 300 خانم در ولایت سرپل مهیا کرده اند.
این بانوان گفتند که این کارخانه ها را به هدف رشد صنعت کشور و فراهمسازی زمینه کار برای بانوان بی سرپرست ساختند. امی سنتر به تعداد 100 خانم است و در دو سنتر دیگه 50 نفری هستند که اردوش ثبت میشه که در مجموع 200 نفر خانم در 3 سنتر مختلف است. خیلی خوشحال هستم که اینقدر قسم یک کارخانه ها ایجاد شد. خانم ها از این که نانوار خانه هستند یک لقمه روزی حلال بر خود پیدا بکنن و بیاین کار بکنن. ریاست صنعت خیلی همراه ما همکار هستن، رئیس صاحب صنعت همکارهاشان همگی همراه ما همکار هستن. مدت یک ماه میشه ما این کارخانه را ایجاد کردیم بر خانما به خاطر اشتغال دهی خانما، که خانمایی که از تحصیل باز ماندن، خانمایی هستن که بیکار هستن در خانه، از این که در خانه رنج میرن از بیکاری ما این کارخانه را ایجاد کردیم به خاطر که بتونن هم بیاموزن و بیشتر از 50 خانم همراه ما همکار هستن. از سوی هم بانوان کارگر در این کارخانه ها خواهان ایجاد بیشتر شدن کارگاه های از این دست هستند. دیگه عزیز سنتر خیلی خوشحال هستیم که خانم زاداد اینجا جور کردن و این خانم ها یک لغمان از این کارشان به دست میارن. این ساعت 8 بجه میایم تا 12 بجه یا 5 بجه بیگار اینجا کار میکنیم. تقاضای میاسه یا دولت از ما حمایت کنن. چند ساله که اینجا در کارگاه کار میکنیم که یک همچین کارگاه هر جای باشه در خیر مفید است برای خانم و خانه نشینی اولاد شکر در خانه 10 نفر 12 نفر 8 نفر است. از امارت اسلام میخواییم که همچه کارخانه بیشتر کنید ما در هر جای باشه دست خانم و بالاخره یک مقدار دستاور داشته باشد کدیمشون، چون دختران خانه نشین است، خانمان خانه نشین است، کاروان نیست دیگه. در همین حال مسئولان محلی سرپل از ایجاد این گونه کارخانه ها استقبال نموده و گفتند که برای برگزاری جشنواره های صنعتی فراورده های آنان نیز تلاش خواهند کرد. 25 کارخانه های تولیدی داریم که در نواحی مختلف ولایت سرپل است که در تقریبا 1200 خانیم و این شرکت های مختلف که تولیدی در ولایت سرپل جور شده است، خانم ها در اینجا مشغول کار هستند، مصروف هستند. گفته شده است که در حال حاضر بیشتر از 1250 بانو در زمینه های گوناگون صنعتی و تولیدی در ولایت سرپل فعالیت دارند و دستاورد های چشمگیری نیز در این عرصه داشته اند. بال هم چند خبری از جهان. همزمان با ادامه جنگ در غزه و در حالی که انتقادها از اسرائیل در پیوند به حمله شامگاه یکشنبه به اردوگاه آوارگان در رفح بالا گرفته است، الجزایر پیشنهاد قطعنامه‌ای را به عضوهای شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است که بر اساس آن خواستار آتش بس فوری در غزه و توقف فوری حمله بر رفح شده است. میتو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که در واشنگتن واشنگتن به فشار خود بر تهران برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه خواهد داد. همزمان با ادامه جنگ در غزه و در حالی که انتقادها از اسرائیل در پیوند به حمله شام یکشنبه به اردوگاه آوارگان در رفح بالا گرفته است، الجزایر پیشنهاد قطعنامه‌ای را به عضوهای شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده که بر اساس آن خواستار آتش بس فوری در غزه و توقف عاجل حمله اسرائیل بر رفح شده است. این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از گواهان رویداد خبر داده که تانک های اسرائیل به مرکز شهر رفح رسیده اند و حمله ها به این شهر با وجود واکنش های گسترده جهانی ادامه دارد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که واشنگتن به فشار خود بر تهران برای جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای ادامه می دهد. آقای میلر گزارش وال استریت جورنال را مبنی بر مخالفت دولت بایدن با طرح اتحادیه اروپا برای اعمال فشار بر ایران در مورد سلاح هسته‌ای رد کرد. سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای گفته است که تنها در 2 هفته گذشته در حمله های روسیه به اوکراین نزدیک به 135 تن کشته و زخمی شده اند. در این بیانیه آمده که حمله های روسیه به اوکراین در سال 2022 نه تنها سبب تلفات جانی بلکه باعث تخریب زیرساخت ها و مهاجر شدن میلیون ها تن نیز شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید میلیون ها پناهجو از اوکراین افزون بر آنانی که در داخل آن کشور آواره شده اند نیاز فوری به حمایت دارند.
اداره هواشناسی پاکستان می گوید که درجه گرما در آن کشور به بیش از 52 درجه سانتیگرید رسیده که این بالاترین میزان در تابستان و نزدیک به رکورد آن کشور در میان موج گرمای مداوم است. دانشمندان می گویند که دمای شدید در سراسر آسیا در ماه گذشته به احتمال زیاد در نتیجه تغییرات اقلیمی ناشی از جمعیت مردم بدتر شده است. شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی و یون سوکیول رئیس جمهور کوریای جنوبی توافقنامه جامع برای روابط بازرگانی و سرمایه گذاری نزدیکتر امضا کردند. پونجولاما کوهنورد نیپالی با بالا رفتن به قلعه اورست در 14 ساعت و 31 دقیقه رکورد زنان در فتح بام جهان را شکست. به گزارش خبرگزاری فرانسه لاما هفته گذشته توانست در 9 ساعت و 18 دقیقه پایین بیاید. به این ترتیب او رکورد فتح اورست را با ثبت مجموع زمان 24 ساعت و 26 دقیقه جابجا کرد. از توجه و همراهیتان سپاس. در ادامه با برنامه‌های بعدی یک باشید. خدا نگهدار.